قانون دکتر علی شریعتی درباره نشست سفیران سبز امید پاریس اطلاعیه ای صادر کرد. به گزارش ندای سبز آزادی در قسمتی از این اطلاعیه آمده است. گروه های زیادی متشکل از ایرانیان خصوصا جوانان در سرتاسر جهان شکل گرفتند تا با رساتر کردن صدای آنها به یاری هموطناشان، شهروندانی که زیر فشارهای هولناک در داخل ایران مبارزه می کنند، بشتابند. بر همین مبنا و طی گفتگوهای فراوان کانون دکتر علی شریعتی ضمن دعوت از جمعی از این گروه ها که با محوریت منشور جنبش سبز در سراسر جهان فعالیت می کنند، نشستی را با عنوان سفیران سبز امید از تاریخ اول مرداد ماه تا چهارم مرداد ماه 1390 در شهر پاریس برگزار می نماید. سیل کلاردش و تنکابون بیش از 40 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت. به گزارش واحد مرکزی خبر، بر اثر بارش شدید باران و مستمر آن و جاری شدن سیلاب از سحرگاه پنجشنبه، 20 کیلومتر جاده ارتباطی رودبارک کلاردش و تیرهای برق حاشیه این رودخانه، تصفیه خانه آب آشامیدنی و 3 کیلومتر شبکه آبرسانی به روستاهای اطراف، 100 واحد مسکونی و 10 دهنه پل 100% تخریب شدند. عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت متعدل شکل کردن پوشش دانشجویان در شأن دانشجو نیست. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در رابطه با متعدل شکل کردن پوشش دانشجویان جدیدالورود به دانشگاه ها گفت دانشگاه مدرسه ابتدایی نیست. در هیچ کجای دنیا چنین طرحی اجرا نمی شود و مطرح شدن این موضوعات در شأن یک دانشجو نیست. اسدالله عباسی در گفتگو با خانه ملت اظهار کرد رسمی بودن و غیر رسمی بودن با لباس متعدل شکل فرق می کند و این چنین چیزی در هیچ جای دنیا انجام نمی شود و در کشور ما نیز چنین موضوعی مطرح نخواهد بود، چرا که این طرح‌ها ریشه فقهی، علمی و دانشگاهی ندارند. با مشارکت، همگرایی و هماندیشی دانشجویان و اساتید می توانیم به نتیجه درست و منطقی برسیم. علی نیکزاد موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس هشتم به عنوان وزیر راه و شهرسازی شد. به گزارش خبرگزاری‌های کشور، رأی اعتماد نمایندگان به آقای نیکزاد در شرایطی داده شد که محمود احمدی نژاد در جلسه امروز مجلس حضور نداشته و از سوی دیگر هیچ نماینده‌ای نیز در مخالفت با وزیر پیشنهادی صحبت نکرده است. پست وزارت راه و شهرسازی در گذشته وجود نداشته و به تازگی و با ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری ایجاد شده است. و در ادامه، درخواست 5 سال انفصال از خدمات دولتی برای احمدی نژاد. امام جمعه شیراز گفت کشاورزان زکات دهنده تحت پوشش کمیته امداد در آمدن. انتقاد محمد رضا خباز از عمل نکردن دولت به نیمی از قانون هدفمندی و احمدی نژاد غایب دیروز جلسات برادران لاریجانی. گزارش کمیسیون اصل 90 از تخلف دولت در عدم تشکیل وزارت ورزش با واکنش‌های از سوی نمایندگان مواجه شد. به گزارش خبر آنلاین، اگرچه هیئت رئیسه برای این گزارش رأی‌گیری نکرد، اما نمایندگان مجلس تأکید داشتند که این گزارش باید به قوه قضاییه ارسال شده و به تخلفات دولت در مراجع قضایی رسیدگی شود. در پایان قرائت این گزارش در مجلس، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در تذکری گفت که قانون مجازات اسلامی برای چنین تخلفی انفصال 1 تا 5 سال از خدمت را تعیین کرده است که می‌باید مشخص شود شامل حال احمدی نژاد می‌شود یا رئیس سازمان تربیت بدنی. اگر شامل احمدی نژاد می‌شود که باید انتخابات زودرس ریاست جمهوری برگزار شود. محمد رضا خباز هم در تذکری گزارش کمیسیون اصل 90 را نوشداروی پس از مرگ سهراب خان و گفت اگرچه انتظار می رود که قوه قضاییه به وظیفه خود عمل کند، اما اگر این گزارش زودتر ارائه می شد در روند تشکیل وزارت ورزش موثر بود.
وی از هیئت رئیسه خواست تا در این باره اقدام عاجل کند و از قوه قضاییه بخواهد تا به تخلف دولت در این زمینه رسیدگی شود. امام جمعه شیراز از ارائه آمار دروغ از سوی مسئولان درباره مسائل اقتصادی و تعطیلی صنایع به شکل جدی انتقاد کرد و خواستار جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها شد. به گزارش آینده اسدالله ایمانی گفت از مسئولان استان می‌خواهیم در سرمقاله روزنامه ها دروغ ننویسند و رئیس جمهور گفته دروغ نگویید و جلوی دروغ ها را بگیرید. چرا ما می‌گوییم سرمایه گذار خارجی آمده؟ کو؟ اینها کجا هستند؟ چرا دروغ میگوییم؟ این سرمایه گذار خارجی کجاست که هیچ کس آنها را ندیده است؟ عضو مجلس خبرگان ادامه داد چرا با این دروغگویی ها توقع مردم را بالا میبریم؟ شما کارخانه های فعلی را نگه دارید، سرمایه گذاری خارجی پیشکشتان باد. به جای جلسات محولی سیاسی بیایید برای مشکلات مردم برنامه ریزی کنید. چرا سفرهای خارجی و افراد معلوم الحال را دعوت کرده و حاتم پخشی می کنید؟ چرا سرمایه گذار داخلی را حمایت نمی کنید؟ برخی روزنامه ها چرا روزی نامه شدند و مرتب حرف دروغ را منتشر می کنند؟ محمد رضا خباز گفت دولت به نیمی از قانون هدفمندی یارانه ها عمل نکرده است. به گزارش فرارو این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید امسال هم معلوم می شود که متاسفانه هنوز حمایتی از تولید نشده و آقایان گفتن که قصد دارند به صورت اعطای وام از دستگاه های تولیدی حمایت کنند. بنابراین ما اعتقادمان بر این است که این روش قانونی نیست و چون قانونی نیست طبیعتاً نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت. خباز به این سوال که برخی معتقدند کسری بودجه باعث شده دولت نتواند به تعهدات خود در زمینه حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی کمک کند، ارزیابی شما از این تحلیل چیست؟ اینگونه پاسخ داد که کسری بودجه اگر نگوییم توجه اصلی دولت به پرداخت نقدی است. اصلا تفکر دولت اینگونه است که به نقدی پرداخت کردن که آسان ترین کار است دست می زند. در صورتی که پرداخت نقدی به این دلیل انجام می شود که مقداری از هزینه هایی که بر مردم تحمیل شده جبران شود. این نباید به آن معنا باشد که مهمترین هدف ما که همان هدف تولید است را تحت شعاع قرار دهیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا نشد، زیرا ما در قانون 30% از منابع اجرای این قانون را برای بخش کشاورزی و صنعت در نظر گرفتیم، اما از همان ابتدا دولت این منابع را به درستی تخصیص نداد. محمود احمدی نژاد روز گذشته نه به مجلس رفت و نه در همایش سراسری قوه قضاییه شرکت کرد و غایب جلسات برادران لاریجانی بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس دولت دهم به جای حضور در جلسه رأی اعتماد به وزیر راه و شهرسازی در مجلس و یا شرکت در همایش قوه قضاییه در جمع 20,000 نفر از بهبود یافتگان مواد مخدر شرکت کرد و قول داد که دولت مصوب خواهد کرد در تمام استانها در کارگروه اشتغال و مسکن اولویت اول با بهبود یافتگان و نجات یافتگان مواد مخدر باشد. احمدی نژاد روز سه‌شنبه هفته پیش با دلخوری و ناراحتی از نمایندگان مجلس را ترک کرده بود. نمایندگان با فریادهای دودو به وزیر پیشنهادیش رأی ندادند و آنقدر دودو کردند که او در پاسخ به نمایندگان گفت من هم به دودوهای شما دو میگویم. هفته گذشته فقط یک نفر احمدی نژاد را در مجلس بدرقه کرد که با هوی نمایندگان روبرو شد. روز گذشته محمود احمدی نژاد هم در همایش قوه قضاییه با حضور سران دیگر قوا و هم در جلسه رأی اعتماد وزیر راه و شهرسازی غایب بود. این غیبت 5 روز پس از آن صورت گرفت که حضور رئیس دولت در جلسه رأی اعتماد وزیر ورزش و جوانان به نوشته نشریات محافظه‌کار با برخورد به شدت سرد و توهین‌آمیز نمایندگان مواجه شد. در ارتباط با دلایل احتمالی غیبت آقای احمدی نژاد در جلسات حکومتی با مسعود بهنود تحلیلگر مسائل ایران مصاحبه ای انجام داده ایم که می شنوید. آقای بهنود، به نظر شما آیا حاضر نشدن آقای احمدی نژاد در تعدادی از جلسات حکومتی رو باید به حساب اتفاق گذاشت یا این غیبت ممکنه مجددا نشون دهنده نوعی واکنش سیاسی باشه؟
به نظر من حتما واکنش سیاسی هست، اما بعداً مثل همیشه با جوک و لطیفه همراه خواهد شد و تکذیب خواهد شد. یعنی ایشون در حالی که برای وارد آوردن فشار، برای تهدید دست به این اعمال میزنه و یک نوعی قهر هستش، ابراز قهر هست و شکستن فاصله ها هست، در این حال جا برای این باقی میذاره که بعداً در یک مصاحبه جایی بخنده بگی سرما خورده بودم. مثلا توی این یکی دو ماهه اخیر بجز در موارد استثنایی تقریبا همه تصمیمات رئیس دولت که توسط نماینده های مجلس مورد بررسی قرار گرفتن رد شدن. شما فکر میکنی این شیوه زمینگیر کردن دولت توسط مجلس تا کجا ممکنه ادامه پیدا کنه؟ نه، من تصور نمیکنم که مجلس قصد زمینگیر کردن دولت رو داشته باشه، بلکه قصد داره که دولت رو ببره به همون جایی که آیت الله خامنه‌ای تصور میکنه که جای بایسته دولت و رئیسش هست، یعنی دست برداشتن از آقای رحیم مشایی و تیمش و تن دادن به بازی که به هر حال بازی 30 ساله حکومت هست، پذیرفتن اجزای اون و تخلف نکردن از قواعد قانونی و فراقانونی اون. به همین دلیل هم هنوز بر اساس نقشه راهی که آیت الله خامنه‌ای تعیین کرده، مجلس در راه زمینگیر کردن یا عدم کفایت رئیس جمهور نیست، بلکه امیدوار هست که او رو به داخل خط، بنابراین جایی نمیره که این راه رو ببنده. به همین دلیل الان در شرایط حاضر مثلا حادثه‌ای مثل وزیر پر اهمیت راه و مسکن بدون هیچ مخالفی در مجلس تصویب میشه، بنابراین اینطور نیست که مجلس همه جا با او مخالف بکنه، در حالی که خب نیومده بود به جلسه مجلس. مجلس سعی میکنه که حتی از توهین به رئیس جمهور خودداری کنه و راه بازگشت او رو به ریل نبنده. در نهایت شما فکر میکنید در چه صورت ممکنه که رابطه موجود مجلس و دولت تغییرات مهمی پیدا کنه؟ یعنی مثلا مجلس مثل گذشته در اختلافات خودش با رئیس دولت کوتاه بیاد، یا از طرف دیگه نماینده ها پای اقداماتی در حد بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور برن؟ نه، به نظرم راه های متعددی وجود داره برای اینکه این دعوا خاتمه پیدا کنه بین مجلس و بخش های مختلف حاکمیت با رئیس جمهور. اگر همین فردا صبح آقای احمدی نژاد به جلسه مجلس بره و متابعت خودش رو نه در حرف که تا حالا اعلام کرده، بلکه در عمل هم اعلام بکنه، یعنی بگوید که آقای رحیم مشایی رو برکنار کرده، یا بگوید که آقای رحیم مشایی استفاده از خودش، و بعد هم در حقیقت یک جوری وانمود بکنه که از راه رفته پشیمان هست، دوباره این فرمان برمیگرده وضعیت سابقش. من به نظرم میرسه که این راه که راهی است که برای ایشون در پیش پایش گذاشته شده احتمال وقوعش بیشتره، به خاطر اینکه اگر آقای احمدی نژاد میخواد که در انتخابات آینده مجلس اثر بگذاره و مثل همه رئیس جمهورهای قبلی فهمیده است که بدون داشتن اکثریت مجلس کارش نمیگذره، اون وقت باید قبل از اون خودش رو از این فازی که الان توش هست خارج بکنه، و به نظر من این راه در مقابلش هست و او هم این راه رو انتخاب میکنه، بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنه. متشکرم آقای بهنود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم که امروز هم همراه رسا بودید. تا شبی دیگر و دیداری دیگر با شما، خدا نگهدار.